خیلی ممنون که در این ساعت برنامه ما رو دنبال میکنین. متروهای تهران چه خبره؟ آقای رادان بلوفایی زده، تو دو سه تا ایستگاه اومدن وایستادن مزاحم دخترها بشن، ایرادی نداره، ولی ویدیوهای جالبی رسیده دیگه. کار رسیده که صداد امر به معروفم، این آمران به معروفم، یعنی آزارگران حجابم دیگه فهمیدن رژیم داره بلوف میزنه، دیگه داره بلوف میزنه. اما ویدیویی که خود رژیم منتشر کرده، شما نگاه کنید، در این ویدیو مأمور گذاشتن، اوباش گذاشتن، زنان آزارگر حجاب کلاغ سیاه گذاشتن چند تا. حالا ویدیو رو با هم ببینیم. استفاده از مترو حجابتون رعایت کنید. خانم محترم پوششتون رعایت کنید، چون در غیر صورت ما مجبوریم خدمات به شما بدیم. این در همون راستای بزرگ نمایی یا اقدامات پلیس رو رسانه‌ای کنید، بزرگ نمایی لطف میکنه. خب چی میگه؟ میگه خانم حجابتون رو خواهشن رعایت بکنی، در غیر صورت ما نمیتونیم شما رو بهتون خدمات بدیم وارد مترو شیم. نگاه کن، یه دونه از این پلیسا حالا درجه مرجه هم داره دیگه، یکی دیگه هم سرباز اونجاست، یه چند تا دیگه چیزم وایستادن اونجا از این مترسکا، این زنای چادری هم هستن، یعنی یک جمع 7-8 نفره اونجا منترن که به دختر مردم بگن که خانم حجابت رو رعایت کن وگرنه نمیتونیم بهت خدمات بدیم. این یعنی شکست نظام جمهوری اسلامی. شماها بچه‌ها یادتون نمیاد بچهای دهه 80 والا خانم ما یه تار موش بیرون بود، دو بار گشت ارشاد میگیره ولی میگه غلط کردیم، این تار موشو میبره تو، میگه نه دیر غلط کردی، خانم ما رو میکردن تو گشت ارشاد تعهد میگرفتن، در بهترین حالت تو خود ماشین تعهد میگرفتن، در بدترین حالت طرفو میبردن به خاطر یه تارمو. الان طرف روسری نمیذاره و تازه به خاطر یه تارمو توهین میکردن، فحاشی میکردن، برخورد فیزیکی میکردن، اینا که بزنم کنم. حالا الان چه اتفاقی افتاده؟ حالا الان طرف کلن حجاب نداره، میگه خواهش میکنیم. این نتیجه چه چیزی است؟ نتیجه خشونتی است که ملت هوشمندانه علیه رژیم اعمال کرده، علیه عوامل رژیم. خشونتی که مردم علیه رژیم اعمال کردن، نظام فهمیده که آقا جواب های هوی است، جواب هایی که یه هو نیستش که، هوی است. این هوی هم جوری است که چوب تو آستینت میکنه. پس این خشونتی که مردم، این دستاورد حاصل خشونتی است که شهید مجیدرضا رهنورد داده، حاصل خشونتی است که شهید مهدی محمد مهدی کرمی داده، یا جان باختگان یا بزرگانی بمانند اینا. یعنی بچه‌ای که خشونت کردن علیه عوامل رژیم و نزدیک 60 از ماموران این رژیم را به هر حال فرستادن به اون دنیا، ما مدیون این بچه‌ایم. چون اگه این حاصل این خشونت است که الان این اتفاق افتاده، وگرنه اینا که با لب و دهن که صحبت، بنابراین اونایی که میگن خشونت اشتباهه، اینا شوخی میفرمایند با، یعنی جمهوری اسلامی رو نمیشناسن. جمهوری اسلامی با حرف به این مرحله نرسیده. اما مرحله ای که به خاطر یک تار مو با فوش و فضیلت و اینا طرفو بکنه تو ون گشت ارشاد، تا این مرحله که با کلی مأمور وایسه به یک دختر تنهای بی حجاب فقط تذکر بده خانم، نه اینکه حجابتو بذار یا نذار، اگر نذاری من بهت نمیتونم وارد متروشی، برو، دستگیرش نمیتونه بکنه. این حکایت اینه. حالا ادامه. سلام عزیزم، لطفا جهت استفاده از مترو حجابتون رو رعایت حجابتو رعایت کن، لطف میکنی، لطف میکنی، خواهش میکنم، غلط کردی، تو خدا حجابتو رعایت کن، دست پای رژیم به خدا داره دست پا میزنه. چند نفر اونجا گذاشت خانم حجابتو رعایت کن، خانم حجابتو رعایت کن. حالا موزیک یا این مأمور خودش گرفته میگه حجابتو رعایت کن. آره این توی چند تا مترو این کارو کردن، حالا کاری نداریم این قضیه دیگه، بس. حالا اینا دیگه، این آمران به معروف فهمیدن رفتن، این ویدیویی که آمران به معروف منتشر کردن، میگن آقا نظام داره سر ما کلا میذاره، فقط دو سه تا مترو این کارو کردن، بقیه مترو اوکی. یا این چیزیه که در 9 اردیبهشت خود آمران به معروف منتشر کردن. نگاه کنید ایسکاها رو زده، ایسکاه شهید بهشتی، دختری بی حجاب میرم میان، معمولی هم نیست. سلام،
نمیخوام وقتتون رو زیاد بگیرم، خودشون پخش کردن که تو بیشتر مترو اصلا مأموری وجود نداره. یعنی الان میرم اصلا ایستگاه هفته تیره، یادش بخیر، ایستگاه هفته تیره. خب حالا اومدن دو تا ویدیو دیگه هم، حالا اومدن مدعی عموم، یعنی جریانی از آزارگرهای حجاب اومدن رفتن تو مترو ببینن چه خبره. یعنی دیگه صدای خود این مذهبی های دوزاری در اومده، میگن آقا رژیم داره سر ما کلا میذاره. ما گفتیم رژیم در مرحله ایست که دیگه فهمیده جلوی حجابو نمیتونه بگیره، جلوی بی حجابی رو، بنابراین میخواد که هواداران خودش رو از دست نده، اومده داره بلوف میزنه. تنها رایی که وجود داره که این قضیه بی حجابی کامل جا بیفته خشونت کلامی و فیزیکی از سوی مردمه. یعنی اگه کسی میاد سمتتون بهتون میگه حجابتو رعایت کن، که داره این اتفاق میفته، ویدیوهای خوبی داره در میاد، حالا ما چند تا شاید بتونیم امروز بررسی کنیم، خشونت کلامی رو ما در گفتار خانمامون باید بشنویم که داریم میشنویم. دیدم دختره داره داد و بیداد میکنه، مردم میگه تو چه سلیطه ای هستی، میگه من اگه سلیطه نبودم که حریف تو نمیشدم. درست داری میگه، رفتار مردم متناسب با خوی وحشیگری رژیم شیعه هست. پس بنابراین امروز هر آن کس که به شما میگه خشونت کلامی و فیزیکی نباید باشه، باید با مهربانی بریم جلو، ببخشید رسما داره خیلی هم داره میخوره، زیادی میخوره، نفست از جای گرم میاد. دیدم مثلا بعضی وقتی بنده خدا تو لس آنجلس نشستن، نفس گل بدید به هم دیگه، عزیزم انگشت وسط میدیم به هم دیگه. شرایط چون این نتیجه بعد ببینید کجا میبینید دیگه، عقب نشینی رژیم تا اینجا بابت خشونتی است که مردم نشون دادن. آهن آهنو میبره. جمهوری اسلامی مگه تا الان با حرف تونسته مثلا بیاد با مردمش تعامل کنه؟ نه، جمهوری اسلامی با خشونت با مردم تعامل کرده، مردم هم با خشونت باید با او به یک نتیجه ای برسن. ما بالانس رو در خشونت میبینیم متاسفانه. البته من مدافع خشونت نیستم، من هم تحلیل میکنم که این اتفاق داره میفته. حالا این ویدیو رو داشته باشیم. آقا گفتن تذکر لسانی. یه تذکر بدید بیارید، مردم هم که تذکر رو میشنون یه انگوش وسط بهتون نشون میدن میرید. آقا گفته تذکر لسانی. خدایا من تحقیر شده نمردم، تحقیر شدن اسلام و حسین رو تو این مملکت دیدم. این لعنت بر اون حسینتون که من دارم این تحقیر شدن رو میبینم، که شما زورتون به زنان مردم نمیرسه. من آرزو داشتم یک روز ببینم که اسلام به چنین زلالتی تو این کشور میفته. 5 سال از این رژیم دفاع میکنیم، دیدید دیگه، هر سری اینا میگفتن اسلام، میگفتن آقا با من در باب اسلام صحبت نکن. چون ته دلم همیشه آرزو داشتم تحقیر شدن اسلامو به این شکل ببینم. یعنی یک جیگرم داره حال میاد این صحنه رو میبینم که اینا موندن چه غلطی بکنم. میگه آقا گفته تذکر لسانی. از خشونت های دهه 60 و دهه 80 با گشت ارشاد رسیدن به تذکر لسانی، کار به جایی میرسه. خدای ایران قسم، کار به جایی میرسه که شما جرأت نکنید با چادر تو خیابونا تردد کنید. وایسید. حرف برای ما فقط آغاز. باشه. خدمات هر وقت اجبار شد پلیس اونجا نشسته به مترو ارتباط اجبار چیه آقا جان؟ قانون پلیس اجرا میکنه خانم، ضابط قضایی اونجا نشسته. آقای پلیس جواب بده، سوالی دارم بیا من جواب بدم. این فیلم گرفتن از مامورا رو بعد رژیم با این چیزا کار داشته باشه، بعد دهن اینا هم سرویس کنیم. شنیدم با واقعیت فرق بعد
خب یه ویدیو دیگه داریم، اون ویدیو اینا رو خودشون دارن منتشر میکنن بچه مذهبی ها، که ویدیوی خیلی خوبیه. یعنی تنها شدن جریان تروریستی مذهبی رو ما روز به روز داریم میبینیم. اینم جالبه، نگاه کنیم. بمونم نه بعضی از ایستگاه 10 تا ایستگاه مترو داره انجام میده، نه داره انجام میده، ولی خود بخش مترو نیم انتظامی نیست. به ما چه الا مثلا ببین این فیلم برداری کرده الان شاید این آقا راضی نباشه که صورتش رو همه ببینن تو برنامه من پخش بشه. چرا از این آقا داری فیلم برداری میکنی؟ اینا نکاته، اینا مدوان مترو الان این دوتا زنکه چادری رو پیدا کنن پدرشون رو در بیارید. بله در فیلم اینا چیزه بسیج خود مترو بسیج مترو داره کامل این کار انجام میده. به بچه ایسکا همه چیزی فهمیده، به مرحله پیچوندن این مذهبی ها رسیده قضیه. مثلا اون تذکرتویش نامی اون چی نمیده؟ نه نه به ما این شیعه بعد ببخشید ایشون برای چی اینجا وایستادن؟ الان مثلا چون قبلا که این آره ضابط قضایی نداشتیم، الان برای چی وایستادن ایشون؟ نکن یه نفیزا میگم که کلن خودش که الان نمیدونم به این سلام. من الان میخوام بدونم سلام کردن، ولی ما نمیتونم چی بگیم وقتی پلیس نسخان نباشه ما چی بگیم؟ پلیس چی نباشه؟ پلیس خانم. الان شما الان شما وظیفتون اینجا برای این اومدین که تذکر بدین. آها پس چی؟ نه نه اینا بچه‌ها امنیت مترو. بچه‌ها مترو. اگه اونو قرار بشه مثلا من میخوام که بگم شما بی‌احترامی کنه همینجوری بره نمیشه. آقا تو این دو سه روزه که من ما بده شنیدم. الان شما اجازه تذکر زبانی ندارید؟ نیستش که سی فقط خودت خانم باشه. چون بی‌احترامی که من بی‌احترامی کردم دستگیرش کنید. من نمیتونم بهش دست بزنم، نمیتونم پای خودم دست. به هر حال بیشتر از من می‌خواستم فضای بلوف زنی سردار رادان کامل رو شده. توانایی ندارن جلوی دخترای مردم بگیرن، برای همین مردم فقط با مقاومت و در بهترین حالت که اینا از شما خواهش میکنن با زبان خوش میان گل رز براتون میارن، کلام شما در ابتدا باید خشونت کلامی داشته باشه. یعنی ببین به صرف این که به خودشون اجازه دادن بیان به شما بگن حجابتو رعایت کن، شما باید یک برخوردی با اینا داشته باشی که این دیگه جرأت نکنه سمت کس دیگه ای بره. این مسیر مسیری است که از مسیر خشونت رد میشه. شراکی هم نداره متاسفانه. و امیدواریم خشونتی پیش نیاد. امیدواریم که رژیم شیعه ما بفهمه اینها کوتاه بیان که مجبور نشن مردم مقاومت خیلی سنگین تری در برابر اینا داشته باشن. به هر حال ما دوست نداریم کشورمون به آشوب، به شورش، به اینها بره، ولی اگر قرار باشه رژیم بخواد این مسیر رو برای مردم بزنه، مردم دیگه به عقب بر نمیگردن. ایران دیگه شهریور به شهریور 1400 بر نمیگرده، 1401 بر نمیگرده. ما دیگه بعد از شهریور 401 دیگه اون اتفاقاتی که کشور ما تو این سالها تو این دهه ها تجربه داشت تو این 40 سال دیگه تجربه نخواهیم کرد. بگیم به رژیم، رژیم باید کوتاه بیاد در برابر خاص عمومی ملت. پاینده ایران عاشقتونم، مترسکاتونم بذارید توی مترو، یه مقدار باعث شادابی مردم میشه. عاشقتونم، بدرود.